دیدارامان ننباشین. خوب استین؟ بخیر. قراری بیننده های عزیز تلویزیون، السلام علیکم. میگه معلم احمد استاد کرد، گفت بچه داینده چی میکنی؟ گفت داینده صاحب آروسی میکنم. میگفت دو لفظه مقصدم از این نیست، داینده چی میشی؟ تو بگو. گفت صاحب داماد میشم. او بیاقلن اوز از این طور برای پدر و مادرت چی میشی؟ برای پدر و مادرت چی میاری؟ گفت صاحب برشان آروس میارم. او بیاقلن گفت نمیگم تا آروس اترا را برای پدر و مادرت چی میاری؟ گفت صاحب یک گفت واس تو چی میخوای آخرش؟ گفت وان نواسه میخوای برشان دوتا خونه. آی زنده باشید. آخر احمد از صنف کشید. میگه یک آدم بود به نام مراد سیاه. این مراد سیاه نوجوان بود، رفت یک اداره مامور کم رتبه شد و آستا رتبه از این بالا شده رفت. همی رتبهش که بالا میرفت موی از یام در رفتن شروع کرد. خب یک وقت این سرغوت سرش بر آمد و تار موی در سر از این نمان. این دیگه یکان دخترها مازار میداد و کتمی دخترها خوش بود، مجرد بود و هر کس سرش یک پرزه میرفت و یکی آمد یک دختر میامد که مراد سیاه بازو میگفته، میگفت یک کل بوده کدام آدم پیش آمده؟ گفته یک در روپه. خب بتی؟ گفته ندارم. گفته خو 8 روپه بتی که نداری؟ گفته ندارم 8. گفته 5 روپه بتی؟ گفته والا اگه باشه ندارم. گفته می 2 روپه خو بتی؟ گفته نیست. وی گفته فقط از پیشت موی تلویستیم کنه. باز دیگه دختر یک دختر سر از این آستا دلم داده بود و یکان بیتای عاشقانه برش میخواند و باز میامد پیش مراد سیاه استاد میشد میگفت زلفکای دانه دانه گر یار منی بیا بخانه. این همه تو ای را آزار دادم میرفتند و خب بالاخره ای نشدم از این بیمویی و کل بودن بیخی بیزار شد. آخر یک موی ساختگی برای خود جور کرد، گرد بینم تو گل پیوار. این قرار سر خود میماند شارمارم که یک جای میرفت دیگه کفت روی خدا که یگان و خوشرش از او خطا میخوردنی عرق میکد یا شمال میشد، بازی نرم یک دست خدا در سر خود میگرفت. یک دفعه میگه خراب شده بود یه شقیقی میچیش این ده اینجا آمده بود، یکی که سر خدا دور میداد یه شقیقه میجا میماند و رویش ایسو دور میخورد. خب یه گپای از این تیر شد و بالاخره مراد سیاه آستاستا در رشوت شروع کرد. ایره بخو و رشوت بخو و از این بگی و کار از او را بند پر تو و کاغذ پرانی کو و جنجال جور کو و بر مردم مشکلات خلق و آخر کل اداره خبر شد که این مراد سیاه خو یک رشخند آدم برآمد، یه تو رشوت خور است. خو کار یک آدم بند انداخت و رفت در امنیت شکایت کرد از دست مراد سیاه. مراد سیاه را یک چند دلار دادند، 1000 دلار هم این نفر داد که برو خیر رشوت بتش او را کدام رقم خاکستر از چیست میزنند. خو نمره و یای پیسه نشان شد و در آمد در اتاق پیش مراد سیاه که پیسه را داد، رشوت را داد. ایگ امی نفر کمی بر آمد، نفرهای امنیت داخل شد. نفرهای امنیت کمی داخل شد، بپال جیبای مراد سیاه را که بغل جیبشه نیفکش پالیدند، جرابش پالیدند، تلی بوتش پالیدند، زیر قفک کلوشش پالیدند و خانای میزش و زیر شیشه را کمی قدری علا کردند. امی اتاق به دیگر روی چپا کردند، میزا و چوکی را کشت. امی رو پر امی نامش را نیافتند. آخر او ماکم گرفتند که پیسه را تو خودت زده باشی، ناخیر در جنجال ما خدا انداختی. نیگو خدا راستی پیسه را دادم شینه، یعنی خو خودم تلاشی کنه. تلاشی کردن پیسه پیش از یام نه. خاخر که نفرا رفته چی مثلا موضوع حل شد، میفهمین که مراد سیاه پیسه را در کجا پود کرده بود؟ این همین موی بالا کده در زیر شیر مانده که در اونجا ولاغ علم شیطان هم کار کنه، علم امنیت خود چی میکنه.
خب بیننده عزیز میگه کادم رفت پیش حاکم یا قاضی گفتینی فلانی، گفت خدا و راستی دمی پیش روی چشمم خانه مرا دزدی که دزد از اوسو با دودو گرفته بد میکنه خدا و خدا هر دو چشمش بسته کرده بودو مالایش بردی خودی را بندی که دروغگوی آدم است. وطن دارای عزیز یک وقفه کوتاه و با دو مهمان دوست داشتنی خود زود زود برد. دای عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم. میگه یک آدم مریض بود رفت دمی کدام کلینیک میلینیک و پشت دکتر میگشت و دید که دمی سرای اتاقای عملیات یا سر اتاق دکترها چراغای سرخ است، یک تا دو تا. ایره کسی را پرسان کرد که چراغ سرخش چی مانا؟ گفت هر دکتر که هر مریضش مرده باشه در سر اتاقش اونم قدر چراغ سرخ است. خو یکی را دید سه تا، یکی را خوی گرد گرد پالی داخل یک دانه یک چراغه را یافت. گفت اینمی البته تکره است، خوب آدم است، اونه یک مریضش مرده. خو رفت تو را جور استی بخیر استی، گفت مریضی چیست و تکلیفت؟ گفتی چراغت؟ گفت حالا گفت ما امسال فارغ شدیم نو از دکتری، تالی یک مریض پیش ما آمده که او مرده تو دومش استی. آدم آی بیننده‌های عزیز شما را در انتظار نمیمانیم، مهمان برنامه ما جناب محترم حشمت الله فنایی که یکی از ممثلین سابقه‌دار و و و پرکار کشور و همچنان فرزندشان مسعود جان فنایی، ازشان خواهش میکنیم روی استیج تشریف بیارید. محترم فنایی صاحب خوش آمدین به برنامه ما. یکی که دینمی یک و نیم سال ما شما را میپالم و نو دگیرم آمدین. تشکر جلالی صاحب قند. قبل از اینکه سوال خودت جواب بگویم اول ما سلام های خود باید تقدیم بکنم. بفرمایید. که یک مثل داریم میگه کار میکنه بی مساله لاف میزنه بی بی. این مساله را هیچ کس یاد نمیکنه که ما اول باید به اونا سلام تقدیم بکنم که همکارای تکنیکی امی برنامه که اونا چقدر زحمت میکشن پشت کامرا، پشت لایت، پشت همه وسایل اونا زحمت میکشن. مفت نمیکنن، ماش میگیرن. اول باید ما اینا را سلام تقدیم بکنم. سلام زنده. بعد از او بینندای عزیز تلویزیون یکه به خصوص برنامه شبخنده و دوستای حاضر در تالار که ما قبلا اطلاع گرفتم که یک تعداد دوستا این از قندوز و تخار و کجا آمدن به سیلی برنامه که وطندارای قندوز خودم سلام تقدیم بکنه. علیکم سلام برادرزاده، خوش آمدی. خوب هستی؟ تشکر. بخیر جانک جور. تشکر. بالا قمیدایت یک سلام علیکی بکن. سلام و احترامات خدمت یک و یک بینندای تلویزیون یک و بخصوص برنامه شبخند و حاضرین در تالار. زنده باشین فنایی صاحب. همی که گفتم دیر است میپالیم شما را و نمیافیم، جواب چی است؟ جواب ای است که ما یک زرگک مصروف هستم دمی موبایل تیاترا. آها. که چرا دمی شب و روز همی مواد مخدر زیاد شده در کشور ما. خو. یا دو مصروف هستی؟ نه. خواسته در کدامش موتاد شدی؟ موتاد والا تقریبا حال از تبلیغات که ازرار مواد مخدر ما برای جوانای خود تبلیغ میکنیم موتاد شدیم که تا حال در خانه هم که میشینیم یکان صحبت سرمی که میایه ما باید تک تبلیغ بکنیم که ازرار مواد مخدر چقدر بالای جوانای ما تاثیرات منفی داره. ایره مجبور هستیم که وظیفه ما و شما هست، وظیفه رسانه ها هست، حتی وظیفه علمای ما هست که در مساجد که وقتی که صحبت میکنن باید سر این موضوع یک اشاره بکنن که تا جوانای ما متوجه موضوع شد. یک دود و نیم دود بزنن. خب ده تئاتر را تبلیغ میکنی که مردم از مواد مخدر دوری بکنن. دوری بکنن. یکقدر معلومات داری که چقدر مردم افغانستان در این مواد دوچار هستند؟
ولا دیشو در تلویزیون که ارقامش گفتن که تقریبا 600 هزار و 300 هزار را که اینا ارزیابی کردن و 300 هزار که در کاره و قصبه هست دیگه او را کس هنوز ندیده در مرکز مرکه حساب کردن. خب پیادرزاده بفرمایی دیک چیز خنددار یاد داری بگویی؟ دسلاف بتیم دسلاف بتیم بلیا درست است کدام آدم بود؟ بسیار چاخ از آقای خود کده پیشی فکایی خب دیگه به اندازه هر کسی رو در کوچه و بازار و در این منطقه شان رشخن میکرد اونه سلیم چاق آمد، اونه سلیم چاق آمد، هر کس حالا مره نگویند اونه جلالی قاق آمد تو میره ای رفت در دشت شیشت گریان، گریان، گریان دست بالا کرد، گفت خدایا گفت این مردم مره چرا قلش خند میکنه گفت بلیاز خدا گفت امی صد سال گفت امی دنیا را پیش ببر کمی هیچ کس گفت دیگه مره نشناسه من نمیجه گفت بانم خود یک رقم استاد خوش برد که خوش برد پس که بیدار شد متوجه شد که ریشات یا چیز هست همون یک ذره که اندامش پس لاغر شد گویا که صد سال تیر شد صد سال تیر شد امی جیبای خود دست زد که بیدار یک چند رپا پولیسی ها بود رفت یک نان بایی گفت بیدار میگه که خواه یک چند دانه نان بده گفت برو بیدار این همه چلا گفت چرا؟ گفت این از دوران سلیم چاق است خب امرای بچه ها مثل دوست رفتار میکنی فنایی سایب؟ والا تقریبا بعض وقت دوستانه و بعض وقت پدرانه آها و در موضوعات عادی و اجتماعی اونه دوستانه هستیم اونه دوستانه هستیم در کارهای هنری و دیگه پا با دوستانه هستیم بچه ها امی دوتایش در سه تمثیل هنر با شما هست یا؟ آه سرجم اولادا چند تاست؟ سرجم اولادا ماشاءالله ایشان مال خدا سه دختر دارم سه پسر خب که سه دختر پشت بختش رفته و سه پسرم دمی تخت ششته بچه ها تال کلامش در تخت نششته نه والا ما از ایشان تقاضا کردیم لیکن اینا رد کردن که پدر بگذار که ما تحصیل خود با پایان برسن باز آینده ایشان ایتر چی گونه پیش بینی میکنی؟ مثلا ندید از سن 40 سالگی عروسی بکنه؟ آینده ما واره میشه که فنایی صاحب در تئاترای موبایل خودت سرگروپ هستی یا پیشکاره شما هستین؟ تقریبا دیگه پیشکاره میشه بگوییم خواه این ممثلین که انتخاب میکنی با دست شماست که کاست میکنین کی در کجا؟ بله باز از اینا کدام تقاضا میکنی؟ نه اونا از ما تقاضا میکنه چون تئاترا را اکثرا ما با همین مؤسسات قرارداد میکنیم و اکتورا را انتخاب میکنیم ما شان تعیین میکنیم و اونا همون نقاطی که اونا نمایش بتن برشان قبلا ابلاغ میکنیم باز هر کسی که از اون اکتورای ما حاضر بدن باز میرن کار میکنن آها امی تقاضای پولی را گفتم یعنی به گونه رشوت از این ممثلین چیز نمیگیری کمیشن تو رو چیز والا رشوت خال که خودت رشوت بگیری و نامش کمیشن بانی رشوت خال معمول است آها میگه یکی از قدیم هاست خب از آلنگان نیست سر رشوت هست آل خو رشوت بالا رفته میگه کدام نفر رشوت خور بود و مامور آمد امو مراجعین آمد پیش امی که مامور صاحب امی کارک ما چطور میشه گفت که بیادری کار تو یک ذره تال میخوره گفت چی رقم تال میخوره گفت بیار چی داری گفت مرا 20 روپه گفت به خدا صاحب ندارم گفت در ببته گفت به خدا صاحب ندارم ما از قسلاق در مرکب ما آمدیم دیگه نه کرای موتر کار داشتم نه گفت خیلی 2 روپه خوب بته گفت به خدا ندارم پرتو گفت یک دان نسوار گفت من سیب نسواری نیستم ای دوز گفت یک توف کدم قف دستم کمی دستم خو خالی نمونه آی بیننده عزیز یک وقفه کوتاه و تیز برمیگرد
بیننده عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم. میگه کس رفته بود انگلستان. ای البته انگلیسی را هم اول بلد نبوده خو یک ماه دو ماهش که تیر شده کدام روز دیگر روز است کمی یک آروسی تیر میشه که تی شاه و آروس هم و بیرو بارک و یایش اما همسایه خدا پرسان کرد گفتی داماد چی نام داره؟ گفت I don't know اوی ای خیالش که داماد I don't know نام داره صبح که تیر شد دید صبح میخیزه که یک جنازه را برده کسی را گفتم این مرده کیست کی مرده و دیگه همسایه گفت I don't know او گفتی مسکین چقدر کم تاب آورد دیگر کاروسی کده بود شوتر شد صبح مرد چقدر زود بچه از پدرت خو حساب فیلم و تئاتر و پارچه خطا خورده از خودت بیادت هست که چند فیلم بازی کردی یا پارچه یا سریال؟ فیلم در حدود یک 8 فیلم بازی کردیم و تئاتر دیگه موبایل تئاتر کده خود پدرم میرم موبایل تئاتر زیاد است کار کردیم کدام خاطره از پشت صحنه فیلم داری؟ از پشت صحنه نداریم از جریان خود تئاتر که در بدخشان ما در مرکز بدخشان فیض آباد ما در اونجا تمثیل میکردیم که نقش ما یک بچه بی‌ادب هستم که در روی پدر زبان میکنم در روی پدر زبان میکنم این بیننده می مردم تماشاچی که شیشتن این پدر میه یک دو سه سیلی مرا میزنه یک دفعه یک کاکا خیس از این مرا بغل کردی سو خیره گفت اگه بچه هم هسته دیگه بد کرده دیگه نمیکنم فنایی صاحب یگان وقت که به چرت باشی میگه یگان فکایی خودتان میسازین والا فکایی خب فکایی خنددار هم از سوی گپام اما میگه خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است کارم از گریه گذشته با آن میخندم یگان وقت یگان تنزار آدم مجبور میشه در قالب فکایی و در قالب یگان پارچای کمدی بیاره که تا ببین مثلا میگه یک نفر هر روز می جنگلی خانه خود می آورد می کوچه منداخت بی عقل کوچه منداخت یک جوان دیگه تیر شد یک روز دیده شد دیگر روز دید دیگر روز آمد گفت او برادر بلیاز خدا تو از این وطن هستی گفت ها هستم گفت می عرشه و تلویزیون می بینی گفت ها چی رو می بینم گفت که نمی بینی که میگه شهر ما خانه ما گفت ها می بینم گفت خیلی چرا تو میکنی؟ گفت خیلی بیا خانه ما را سعی کن هنوز نصف شما نکشیدیم در این کوچه یعنی که مراعت هم کدیم کدیم ها کوی شهر ما خانه ما باید در دوش یکی شما جنگلی در خانه ما زیاد هست در اینجا کم خب سینمای کشور نسبت به 30 سال قبل چی گونه پیش بینی میکنین؟ 30 سال پیش خوب بود یا حال خوب است فنایی صاحب؟ والا هر کدامش در جای خود به این معنا که 30 سال پیش به مو عصر 30 سال پیش سینمای ما سینما شده بود اما آله به عصر آله چرا اگر فیلم 30 سال پیش آل جوانای ما میبینن شاید قابل قبولشان نباشه چرا آل فرهنگای جدید در فرهنگ ما دخیل شده مثلا حتی زبان ما در بعضی صحبت های مردم میبینید دو کلمه انگلیسی است چهار کلمه اردو است یک کلمه ایرانی است اینه طور گد شده و اون رو پشتو دری را گد کردن دو روز یک آدم میگه والا دا پیران می کوتا در یک دا و دا در سر آخر پشتو وسطش کلش دری گد اینه طور شده بنان در سینمای امروز ما اگر امو گپا نباشه باز اکثری نمیپذیرن اما سینما روی هم رفته خوب میشه همین جوانای ما که دست به کار شدن انشالله میرسانن تا یک جایی را کار میکنن اما یک مشکل است که کسی باشه کسی باشه که همین جوانا را راهنمایی بکنه به نرمی نه به طرز انتقاد و نه به طرز به اصطلاح تمسخر و ای گپا باید منعیسی یک بزرگ منعیسی یک کسی که یک کرتا پیش پاره کرده اونا را رهنمایی بکنن یکان خلاهایی که داره پر میشه انشالله سینمای ما خوب است و خوبتر خواهد شد خب از بای بچه یک فکایی میشنویم در قسمت برنامه فکایی خود زیاد است گفت کدام 11 خسر بره بود بسیار با هم خیر بسیار زیاد دیگه خیر
خانه از یا بالا و پایین در یک بلاک میشتن. پیش روی بلاک میازنه متوجه شد که یک کدام مرکب لوتک میزنه در خاک. لوتک میزنه پایین خانه خزربره بود. با قصد بلند صدا کرد اوزن اوزن بیا که گفت سایی که بیادرت چه خوب میرخصه. این بیادر که میشونی کلر پیش کرد گفت راست میگه از یازنه خود یاد گرفته. فنایی صاحب از طریق هنر سفر بیرونی داشتین تا بال؟ آه کجا و کجا؟ جلال آباد رفتیم، بلخمری رفتیم، اینجا رفتیم. خارج نرفتیم؟ خارج میگی؟ بله. خب خیلی سفر بیرونی گفتیم، من گفتم حالا بیرون کابل هم میگی؟ نه بیرون وطن. خب بیرون وطن سابقا رفته بودیم برای کورس های مقدماتی و برای پیش از این رژیم هایی که جنگ دار بوده. دو رژیم های به جنگ رفته بوده. جنگ رفت. خیلی وقت خوب بوده. جنگ بوده. خب لیکن بازم ارزش هنر بوده. ارزش هنر و هنرمند، یعنی توجه سر هنر و هنرمند زیاد می شده که هنرمندا رشد بکنن. آل و قدر قدر و آل نیولا. اما تو جدی میگیم، ما با صراحت میگم که آل مردم ما سخت علاقمند هنر افغانی خودشان هستند، اما با تاسف که از طرف رژیما یا قدرت ها کمک نمیشه، یعنی تقویه ما نمیکنن. کدام فکایی ساختگی از خودتان کوتاه پیشتان است؟ والا فکایی سرمی ادب و احترام جوان های ما از بزرگا. خوب گپ است. خوب یک جوان میگه بسیار بچه مؤدب و با تربیه بود و این نو یک موترک خرید و سر جلو این موتر شیش تو یک دو تا رفیق کاش کتیش یک موتر البته سرهاچه یا کرولا بوده. خب در جاده که به حرکت افتاد که پیش روی از یک سرویس روان است، این سلو سلو از پشت می سرویس روان است. آخر رفیقاش گفت برو نی بچه مرا حرکت کن چی میکنی؟ گفت قرا بی ادب. پدر مرا گفته که از کلان ها هیچ وقت پیش نری که بی ادبی است. گفت بان کو سرویس پیش بود. همه که شاگردار معلم میگه تربیه کده بود که در سرویس تو کلان این رخ او را گفت احمد بچیم در سرویس بالا شوی که از پشت سرت یک خانم بالا شوی چوکی نباشه. برش چی میگی چوکی تو در چوکی باشی؟ میگمش معلم صاحب. گفت میگمش خالت تا شده موتر جای نیست. باز یک وقت کوتا و زود برم. عزیز باز هم شما را خوش آمدید. میگه در یک تلویزیون امی برنامه چی بود؟ از منگای ذهنوار یک چیزی از میمانا سوال میشد و امی نطاق بر بیننده اعلان کرد، گفت هنرمنده که ما میخواییم هر کس که فهمید که نامی هنرمند چی است امور هم جایزه میتیم. یک نفر هم از آخر دست خدا بالا کرد بیا گفت آمد کشکده امینجا آمد گفت امی هنرمند که میایه نامش چیست؟ گفت 2 سال و 6 ماه. تاش اینجا رش خندی نیست تو خیال کوچک کدی؟ گو خب گو میگم تا 2 سال و 6 ماه. برو گو تاشو نفر صدا کدی رو تاشت ای گفت اینا هنرمند خود ما اعلان میکنیم. گفت سیما جان ترانه میای برتان بیت. اون نفر باز دارید مرا گفت جایزه را. گفت جایزی چی تو خود 2 سال و 6 ماه؟ خب گفت من گفتم تنی 2 سال و 6 ماه 2 سال و 24 ماه 6 ماه دیگر که سرش پرتی 30 ماه. اون تو هم گفتی 30 ماه ترانه بیایه مرا جایزه را. خب از این جوست میتونین استفاده بکنین. دوست ما شرکت اکرم اقبال لیمیتد برنامه ما را اسپانسر شدن. باز برمی میمانا و دوستا و امیا یک قوطی جوس میاره که فقط 5 قسم جوس داره و 4 قسم انرژی. فنایی صاحب این جوس هایش مختلف است، به گلون فایده داره و به اعصاب فایده داره و به چشم فایده داره و این خیر یک شکش میکنیم بتیم بچه را مسبز شد ایش خودت بخواد ایش نفیداست. دوست جان باش حالا خیلی باش. خب اموجا پیشت بگی کس نگیده امورو نمیشه اردوی ما بخوری میرم و کتیم ببرم دلتان جور آمد کمید
خیر دیگه از باز میمانا رو میتیم خانم ببرکت خوش خوب است. این موتر که از خود تام خراب میشه از ما هم خراب میشه. فکرت خواست که پیش یک مستری صاحب جور میکنیم پیش آجی صاحب نصرالله باش که کمپاین نشام شوه که یکان وقت پیسه هم نمیگیرنی یا خاطری جالب از او داری فکر کنم. والا بیادر خاطری بسیار جالب. موتر ماشینش بدل کردیم جور کردیم رفتیم صاحب که تقریبا فکایام است. رفتیم صاحب مزار شریف دمی پل متک ماشین جام شد. از اونجا زنگ زدم برش که آجی ماشین موتر اینی رقم شده نه تو گفت هیچ رای نزن فنایی صاحب گفت اونجا ترپالش کش که تو برو بده یک موتر مزار شریف پس آمدی ما تو گپ میزنیم. پس که آمدم گفت هزار بار شکر که نمره تلفنم پیشت بود اگر نه تو خدا دشت مانده بودی. داری فکایی یا خاطره؟ فکایی است بفرمای کلام نفر برش همی مسابقه دوش یخی اول بار بود که در مسابقه دوش که دوست خود رفت وقتی که متوجه شد که کلگی میدوه صدا کرد گفت او بچه چرا گفت میدوان؟ گفت دیوانه گفت اونمون نفر اول گفت 10,000 افغانی جایزه میده گفت خیدگاهش دیگه چرا میدوه؟ مزه دانه کشیدین کدام چیز گفتنی دارین فرمیز؟ مجبور استیم در برنامه شبخند که آمدیم باید بگوییم بخندانیم بخندیم. بفرمایید. میگه یک آدم صبح از خانه برآمد رفت طرف وظیفه. خب از وظیفه که پس آمد و در این خانه اولادای خود در بغل خود گرفت و زن خود گفت زن تو در جیگرم استی در جیگرم. زنش به بسیار ناز گفت الله گفت صدکه چه هم گفت هیچ وقتی گپ نزده بودی گفت به خدا ما هم تال خبر نداشتم امروز دکتر گفت که در جگرت کرم است. فنایی صاحب چند بار آروسی کرده؟ قدمی فلم و سریال و آروسی اصلی کلش یک سرجم حساب بتین؟ نه تنها اگه شخصی رو بگویم سه بار نام خدا سه بار. چی انگیزه بود که؟ انگیزه اولی در زمان حفیظ الله امین شهید شد خدا ببخشه. دومی ای گل از کدام گل بود است؟ از دومیست؟ ای از دومیست. خب دومی پرار سال در سه دلوه که نه دیگه سوا بخیر سال دومیش است خدا مغفرت کنه. و سیمی تو فوت نکرده دیگه زنده است در خانه است. خواه 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 پلان ازیر هم داری؟ نه پلان ندارم خواه اگر تصادف شده دیگه آدم چی گفتم ایتانه؟ باز دیگه میگیرین؟ مجبور است آدم دیگه چی کنم؟ یک فکایی تکراری هم هست میگه از یک آدم در یک قشلا قمی زن میگرفت زنش میمورد زن میگرفت زنش میمورد آخری را گفتن گمش که یک قشلا که دیگر را رد و بیابی کردن دیدن که کدام زن است که همی شوی میگیره شوی میموره همی شوی میگیره شوی میموره. خب گفتن بیاین خیلی زن مرک کده شوی مرک میتیم که کدامش زور میشه یارا که نکاه کردن داروسی شد رفت دیگه بر صبح مردم ماتل است که زن میموره یا شوی ایرا که صبح خیستن کردویش زنده است همو کس که نکاه را بسته کده او مرده. ما جلالی صاحب خوش در رابطه با این مرگ و مور و ای گپا یک موضوع ایرا که در فامیل فاماندیم و گفتیم که ما از مرگ ترس نداریم و در رابطه با مرگ و ای گپا یکان شوخی ها به ترا میکنیم. امی خانم ما که گرفتیم تقریبا یک و نیم سال شد دیگه. خب این بچه ها هستن که اگر شوخی و مذاق که میکنیم باز میگم او زن تو چی وقت میموری؟ باز خنده میگم میگم مرا خون نو گرفتی بان که خیلی بس سال مادر از یار شوم باز ما بمرم که این بچه ها را صاحب زن بساز باز ما بمرم باز نگفتی تا وقت من کنم شما حالا خب ما من میره فکر میکنم کار تا وقت من میمرم. میگه اگر آدم گرچه تکراری است خب میگه کدام آدم بوت خود برد برای موچی داد موار ریسفید بود گفت بگی بیادرم این بود ما بودوست لیکن بچه هم گفت یک ذره ما کم بودوست برو گفت کاکا تو در پا بته تا آخر عمر دیگه کنده نشه.
خویی گفت سعیز بچه میده که داد اوسو که رفت همسایه دوکانش گفت او ظالم تا آخر عمر از این تو زمانت کرده میتونی؟ گفت از عمر از این چی مانده خواه یک در روز بادی میموره همی بیتونه که در روز کار میتونه نه خدا نکنه فنایی سه همی مرگ به پیری و جوانی و همتر را فکر میکنم که نیست هر وقت که خدا خواسته باشه همتر میشه نعم میگه قامت خمگشته پیران نشان مرگ نیست یک کمان صد تیر را در خاک پنهان میکنم وای وطنداره عزیز باز اونم میفهمین که یک وقف است مچم کوتاس یاد را زود برمیگرد عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم خب فنایی صاحب استاد آخر برنامه نزدیک میشیم چیز که در بودیجه دارین میشه که برای بیننده تقدیم بکنین والا امی وقت خوش یک قدر زود میگذره این ما هیچ نفهمیدیم که چه رقم تایم تیر شد خب یک کسی از اطراف آمد در شار خانه یکی از دوستای خود میمان شد خب این دوستش به خاطر از اینکه را ببره یک ساعت چکر یک اون جای خوب نشان بده ایره برد این مغازه های لکس بلند منزل اینجا که برد این موکتایی که لباس می پوشانن برای شوپیس در دو بغل دروازه یک سه تا خانم این طرف استاد و سه تا خانم این طرف استاد وقتی که نفر بالا شد این مهمان استاده شد گفت بیانی بالا شد گفت نه ما این بچگک بودم که مرا بابایم گفته بود که از بین زنها تیر نشی که وقتت بسته میشه این زنهای پلاستیکی را زنهای پلاستیکی را دیده بود واره که من میبینم اقا قطار استاده میگم خوبه که یا چاش نان نمیخوره دکاندار در بدر خب نوبت از بای بچه است کدام بچه کدام دختر خوشش آمده بوده خب بگو خودم دیگه نه خودم نه باز مادر خدا گفته یه پدرم شده دیگه بازو گپای من خصوصی مادر خدا گفته که مادر امی دختره برای من خواستگاری گفته خواه بچه من میرم که رفت شیشتن در چای خوردن بودن متوجه شد که دختر بسیار کم کم بروتک ها داره و پشتای دستش بسیار کم کم موی داره یک دفعه صدا کرد که بچه این چرا بروت داری؟ این دختر یک رقم شد گریانش گرفت رفت دادگه اتاق که رفت ای از پشتش رفت همی زن به عنوان از این که او را دلاسا کنه گفت خیر از بچیم خیره گفت مردا گریان نمی کنه دیگه مرا مجبور ساخت که خواستگاری را بگویم میگه جوان رفت خانه یک کس خواستگاری خودش دیگه که رفت پدر دختر گفت که بچیم تو میفهمی که دختر ما بچی عیش و نشاط زندگی میکنه آیا تو خواست تزیر تامین کده میتونی موتر گفت صاحب باد از آروسی گفت اولی گفت باد از آروسی گفت یک زندگی خوب گفت صاحب باد از آروسی گفت حال چرا نه گفت صاحب باد از آروسی از موتور کی تقسیم کرده کدام آدم در خانه یک کس در آمد تفنگچه را کشید گفت خانمت بر ما بته اگر نکدی مرمی میزنمت صاحب که بی غیرت ای گرفت گفت ما از همین دروازه که برای و تفنگچه را انداخت گفت من برمی نداشت یام صدا کرد برای گفت من زنم نیست هم شریم است هر دو جانب به غیرت بوده بود هر دو جانب خود سعی که غیرت زن را کده هم شیره را بود تو دارد هم شیره والا فقط از بادی هوا آمده بود هم شیره فقط نانخور نبود والا بگویم بفرمایی گفت کدام آدم میرفت طرف مزار شریف دمی سالنگ از تونل که تیر شد این پشت سر سعی کرد خنده کرد باز خندید نفر پالفر گفت چی میگه گفت چی پس گفت دولت ها خوش است که ما کشور آباد نکنه گفت چطور گفت سعی که تونل جور کرد هر دو سرش غار آره بو نفر میگه شیش تا بود در راه شو شد در دشتای ایرتان روان است که در موتر سعی کرده کلگی خواه است رفت در شانی موتر رو گفته چی میگه گفته کجا میدوانی کلگی خواه است همی آدم گفت رفت
دمی بیخ گوشه 303 ولک سایکت ده گوشه دریور یک نفر خیز گفت چی پس پسک داری؟ یک دفعه دریور بریک کت سایکت گفت تیلا او داره سایکو مرا میگه تو بیگه موتر را چپا کنی که خنده کنیم بازی دفعه قبول نکدن نزدیک مزار شریف که رفتم این لوده رفته چشمای موتروان پرد گرفت اگه شناختی من کیستم زد چپا آی خب 302 را خود چپا کده فنایی سابقه برای مهمانای خود یک تحفه داریم از شرکت خدماتی بازاریابی رفا ای به نام نگین کارت است که یک سیستم جدید است در افغانستان قیمت از ای است 4500 افغانی از ای باز که برای شما آید میرسه 25000 افغانی ای چه رقم است که ای در کابل و در قندهار تال رواج شده این نگین کارت است ای کتاب چیش است همو مغازه شرکت هوایی مثلا اوتلا، رستورانتا هر جایی که ثبت است دهی نوشته است که از اینجا میتونی استفاده بکنی و اوجا میری مثلا ده یک کافی نان میخوری سعیست؟ چهار نفر هستین 3000 پیسیت میشه با زمینگین کارت تا نشان میتی از طرف همی کمپانی اوجا یک ماشینک است کارت تا در ماشین مندازی 20%، 10%، 15% هر چه که قراردادشان باشه بر شما تخفیف قائل میشه خدا برتان نیک مبارک کنه ای از محترم حشمت الله فنایی و ای دیگه شام از محترم مسعود جان فنایی در این سراسر فایده ما شد دیگه بله آ خیلی خدا خیر به تی کمپانی را زنده باشی خدا روزید کنه لیکن جوس هم خوردی خدا ای توانه بته که ما در اون مغازه خرید کردن بریم که باز تخفیف بگیریم نه؟ نان خوردن خوب میری در شرکت هوایی که میری تکت میگیری اینی گپ میشه میشه این یک جای نه دیگه جای دیگه جای نه دیگه جای بالاخره سر میخوری اینی گپ سی این جوس هم خوردی دیگه لیکن ولی خوبه که ابتکار است خوب کار است خیر ببینم بچه بوتای فنایی صاحب نپوشی که میره ناوقت میشه بیندای عزیز ای بود برنامه شبخند و ما منتظر انتقادات و پیشنهادات و یگان طنز و فکایی جالب شما هستیم که دوستای ما با ما همکاری کردن ازشان تشکری میکنیم هر یکشان منیرجان احمدزی نجلا اکبر بختیار احمد نگار و مجدا بهار و یلدا جان ازشان تشکر میکنیم با جمله دوستان و آدرس ما shabkhand@tvmedia.com تشکر میکنیم از جناب محترم فنایی صاحب که قدم رنج فرمودند و دعوت ما را پذیرفتند تشکر تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار خدا.